با دوستان گرامی درود می فرستم. امید دارم خوب و خوش و تندرست باشید. در این برنامه می خواهم در باره دو موضوع چند سخنی را با شما شریک کنم. موضوع نخست در باره خبر و نظری هست که به تازگی رازق مامون در یوتیوب خود مطرح کرد. این خبر و نظر این بود که در بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان یک کشور اسماعیلی با وجود می آید و موضوع دوم درباره واگذاری یا فروش واخان به پاکستان هست. درباره موضوع نخست عرض کنم پیش از رازق مامون هم شماری به این موضوع پرداخته بودند و گفته بودند که کشوری در بخش‌های از بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان تشکیل میشه که این کشور کشوری اسماعیلی خواهد بود. اما به تازگی باز این نظر و خبر را رازق مامون در یوتیوب خود مطرح کرد و شماری به این خبر دامن زدند و احتمالاتی را مطرح کردند که گویا گفتند که ما در دوشنبه این را شنیدیم، در اسلام آباد این را شنیدیم، در کابل این را شنیدیم. و به این اساس من خواستم که وضاحتی در این باره بدهم. چرا؟ برای این که منم عضو همین جماعت اسماعیلی افغانستان هستم و نسبتاً میدانم، یعنی شناخت من از جامعه اسماعیلی نسبتاً دقیق تر است، یعنی نسبت به رازق مامون و نسبت به هر کسی دیگری که این سخنان را مطرح میکنه شناخت من دقیق تر است. رازق مامون میگه که در اونجا کشوری شکل میگیره. برای چی؟ برای این که پایگاه امریکایی ایجاد شد و این کشور کشوری اسماعیلی هست و هر جایی که میگه آقا خان هست در اونجا امریکا هم هست. حالا شما فکر کنید که این قضاوت به نظر من خیلی ساده انگارانه هست. جناب مامون ناراحت نشود. حالا به چی اساس شما میگین که هر جایی آقا خان هست در اونجا امریکا هم هست؟ در حالی که چنین چیزی نیست. و مهمتر از همه، اگر ما شناختی از سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی مذهبی آقا خان داشته باشیم، از اسماعیله داشته باشیم، سیاستگذاری اسماعیله این است که یا آقا خان این است که اسماعیلی ها در امور سیاسی و نظامی هیچ کشوری دخالت نداشته باشه. در این صورت چیگونه میشه که اسماعیلیا یا آقا خان یک حکومتی را در یک جای تشکیل بده که اول آنجا یک جای دشوار گذر هست و دوم به تاجیکستان ارتباط میگیره، آن ملها به افغانستان ارتباط میگیره و حتی به چین و به پاکستان ارتباط میگیره؟ بناهن هیچ امکان نداره که مثلا اسماعیلیان یا آقا خان انرژی و کل اقتصاد و سرمایه گذاری خود را در یک محل تنش‌زایی مصرف بکنه و در اونجا یک کشوری را تشکیل بده که این کشور اسماعیلی باشه. آیا فکر بکنیم اسماعیلیان که در شهرهای بزرگ پاکستان حضور دارن، مثلا در کراچی سرمایه گذاری دارند، کسب و کار دارند و خودی آقا خان اونجا سرمایه گذاری دارد، آیا میه در کوهستان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان؟ یا مثلا بخش بزرگی از اسماعیلیان در کانادا هست، آیا از اونجا میه در اینجا؟ یا مثلا شما فکر بکنید که در اروپا هست اسماعیلیان، خواهد اونجا آمد؟ حتی
همین اسماعیلیانی که در افغانستان است، در بغلان، در بامیان، در جاهای دیگری افغانستان است، همینا اونجا نمیروند. بنابراین این دیدگاه یا این خبر هیچ از نظر عقلانی و از نظر منطقی و از نظر شناختی که باید از اسماعیلیان و آقا خان داشته باشیم سیاست گذاریش، این خبر امکان نداره و قابل تحقق نیست. درست است که امین محل چی در افغانستان بخشایی از بدخشان و چی در تاجیکستان اسماعیلیان زندگی میکنه، اکثریتش اسماعیلیان هست، اسماعیلیان تاجیک هست. این که رازق مامون میگه که در اونجا اسماعیلیان غیر تاجیک هست، این هم اشتباه هست. چی در تاجیکستان، چی در افغانستان، اینا، این مردم به زبان شغنی صحبت میکنه، اما قومیتشان تاجیک هست و تاجیک های اصیل هست و زبانشان یکی از زبانهای قدیمی ایرانی هست که با همین زبان فارسی، پشتو، کردی، امریشی هست و یکی از زبانهای دوره میانه ایرانی هست. ولی خودشان از قوم تاجیک است، خود را تاجیک میگم در تاجیکستان و هم در افغانستان. از این نظر سیاستگذاری آقا خان این است که هر جامعه اسماعیلی که در هر کشوری هست طبق قانون و انحنات همان کشور و دولت رفتار بکنند، در مناسبات درونی جماعتی خود رسم و رواج خود را داشته باشه و در کل از قانون همان کشوری که در آن ساکن و شهروند است پیروی بکنند. و خود آقا خان توجهش همیشه این بوده که جماعت اسماعیلی در مسائل داخلی و سیاسی در کشورهایی که ساکن هستند، شهروندش هستند، مداخله نکنه و از دولتی که وجود داره از همان دولت اطاعت بکنند و از همان دولت حمایت بکنند در گروه ها و جنجال های نظامی و داخلی کشور و سیاسی کشور وارد نشوند. بنابراین آقا خان وقتی که تاجیکستان مشکلات داخلی داشت آمد، از مردم اسماعیلی امان محل خواست که از رئیس جمهور فعلی تاجیکستان امام علی رحمان پیروی و اطاعت کنه و از دولت تاجیکستان حمایت بکنه. بنابراین اسماعیلی های آن محل امین خواست آقا خان را پذیرفتند و با دولت امام علی رحمان همکاری کردند. تا هنوز نظر آقا خان امین است که اسماعیلیان چی در تاجیکستان چی در افغانستان از دولت‌های خود حمایت بکنه و مخالفتی و دخالتی سیاسی و نظامی به دولت‌های خود نداشته باشند. و مهمتر از همه این است که این منابع انسانی که از اسماعیلیان به عنوان شهروندان و افراد بومی که در هر کشوری که وجود داره، این برای اسماعیلیان و برای آقا خان یک فرصتی مهمی اقتصادی، مالی و فرهنگی هست و تأثیرگذاری آقا خان را در این کشورها چی میکنه؟ بیشتر میکنه. چرا؟ بدل اینکه آقا خان میتونه با استفاده از این منابع انسانی و با استفاده از شهروندانی اسماعیلی که در هر کشور هست در آنجا به سادگی سرمایه گذاری کنه و آن کشورها آقا خان را هم از خود بدانه. چرا؟ بدل اینکه اسماعیلیان در اونجا زندگی میکنه و این اسماعیلیان شهروندی همان کشور هست، بنان آقا خانم که پیشوا و امام این اسماعیلیان هست آن کشورها هم احترام میگذاره و حرمت میگذاره و آقا خان در ضمن که با استفاده از این اسماعیلیان و از منابع انسانی بومی که اسماعیلیانی که اینجا ساکن و شهروندی امان کشور هست میتونه استفاده های فرهنگی، اقتصادی و مالی بکنه و به اعتبار اینها به دران کشور سرمایه گذاری بکنه. یعنی آن تشریفات و مشکلاتی که برای یک سرمایه گذار خارجی
در آن کشور وجود دارد، برای آقاخان میتونه وجود نداشته باشد. به نظری اسماعیلیانی که در آن کشور وجود دارد و ساکنی امان کشور است، افراد بومی و شهروند امان کشور است. به این اعتبار آقاخان میتونه آنجا برنامه های اقتصادی و فرهنگی خود را پیش برد. و در هر کشوری که اسماعیلیان وجود دارد، آقاخان در آنجا سفیر دارد، در آنجا کنسولگری دارد. یعنی مثل یک کشور خارجی در آنجا اعتبارات خود را دارد و در آنجا نهادهای فرهنگی، اجتماعی و حتی نیمه سیاسی خود را دارد. که این نهادها مثل البته این وزیر در اینجا آقاخان در آن کشور معرفی میکنه، سفیر معرفی میکنه آقاخان. وزیر به این معنی نه که بدفهمی شده که مثلا در اسماعیلیان، در هر کشوری که اسماعیلیان وجود داره، کسی به نام وزیر مولا معرفی میشه و این وزیر در همان نهاد مناسبات خود اسماعیلی است، نه اینکه وزیر برای ام دولت. سفیر داره که روابط دیپلماتیک آقاخان را چی از نظر اقتصادی فرهنگی با آن کشورها برقرار میکنه و برای حقوق یا مشکلاتی که برای اسماعیلیان یا آن کشورها هم وجود داره با آن دولت ها گفتگو میکنه. در پاکستان این وجود داره، در افغانستان وجود داره، در سایر کشورهایی که اسماعیلی وجود داره وجود داره. از این نظر اسماعیلیان که در هر کشوری هست، فرصتی برای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای آقاخان است و آقاخان میتونه در آن کشورها تاثیرگذاری خاص خود را داشته. مثلا در همین افغانستان کمپانی روشن و بانک های قرضه کوچک و سایر نهادها که من اسمش را یاد ندارم، از آقاخان است و فعالیت میکنه و در اینجا اسماعیلیان کار میکنه و در غیر اسماعیلیان از اقوام دیگه هم کار میکنه. یعنی در استخدامش شفافیت هست و در استخدامش مثل هر اداره دیگه همون افرادی که واجد شرایط دست میایه. از این نظر شما فکر بکنید که آقاخان همه این فرصت ها را کنار بگذاره و بیره و خود را درگیر یک حکومتی در یک محل پر از تشنج و مشکلدار بره، اونجا یک حکومت تشکیل بده و بنا به اقلیتی که اسماعیلیان هست، این حکومت و این دولت و این کشور در اونجا امکان نداره تشکیل شود و هیچ به فایده اسماعیلیان هم نیست. فکر میکنم این سوی تفاهم از اونجا آغاز شده باشد که در آنجا آقاخان سرمایه گذاریهایی کرد برای مکتب، برای پول، برای سایر مناسبات فرهنگی اجتماعی، به دلیل اینکه آنجا اسماعیلیان زندگی میکنند و این سرمایه گذاریها فقط برای اینکه گشایشی در زندگی اسماعیلیان با وجود بیاید، با هماهنگی همان حکومتها، حکومت تاجیکستان، حکومت افغانستان ایجاد شد. و اگر تنشهایی هم که در بین شهروندان اسماعیلی آن محلات با حکومتهایش وجود داره، بس سیاستگذاری آقاخان و اسماعیلیان هیچ ارتباطی نداره. آن تنشهای شهروندی و تنشهای داخلی و سیاسی خود این کشورها است که پشت سر این سیاستگذاری آقاخان نیست. از این نظر مطرح کردن چنین حرفهایی از طرف جناب رازق امامون یا دیگران میتونه به اقلیت اسماعیلی در افغانستان، در تاجیکستان، در سایر جاها آسیب برسانه، چون چنین سیاستی وجود نداره، چنین برنامه وجود نداره و این برای اسماعیلیان یک مشکل هست. فرصت هایی که امروز داره یک فرصت سوزی هست و چرا اسماعیلیان مثلا همه امکانات و ظرفیت های خود را کنار بگذاره یا آقاخان همه مناسبات سیاسی خود را با کشورهایی که در آن اسماعیلیان وجود داره کنار بگذاره و بر خود را درگیر بکنه در بین یک کوهستانی و در اونجا کشوری تشکیل بده و باز بیایه مثلا برای کی کار کنه؟ برای امریکا، که پایگاه نظامی خود را امریکا اونجا ایجاد بکنه. این هیچ منطقی نداره. امریکا بدون از این که بیایه اونجا، اول اسماعیلیان اونجا حکومت تشکیل بده، امریکا پایگاه بزنه، امریکا میتونه از یک طریق دیگه پا
پایگاه بزنه و این هیچ به اسماعیلیان ربطی نداره و امریکا قدرت خود را داره. از این نظر خواستم این را توضیح بدیم. این البته چون خود مراکز رسمی اسماعیلی من ندیدم که در این باره موضع‌گیری داشته باشه، چون که این را اصلا قابل بحث نمیدانه. ولی من بنابرای فهم و بنابرای اطلاعات خود این موارد را عرض کردم. و مورد دوم که بحثی و گزاری واخان هست، شما هم کلیپ های را دیدین که طالبان نشر کرده، پایه های را در اونجا طالبان میده میکنه، میشکنانه با مارتول و با سنگ و دست، که گویا این پایه ها پایه های مرزی هست که پاکستان اینا را در مرز خودشان، البته نه اینکه مثلا نشانه های مرزی است. حالا اینکه اختلافات مرزی بین کشورها معمولا وجود داره که میگن ایره در دوره ای که حکومت غنی سقوط کرده 400 متر طالبان پیش آورده و این پایه ها را شانده، بر صورت به عنوان پایه های مرزی هست و اینا را میشکنانند. اما جدای از این شکستاندن و این نمایش ها، فکر میکنم اینا نمایشی است، حرف و حدیثی است درباره واگذاری واخان به پاکستان و یک مسیری که پاکستان خود را به آسیای میانه وصل بکنه. یعنی هر احتمالی میتونه در این منطقه وجود داشته باشه. و مهمتر از همه که ما امروز احساساتی میشیم که واخان چطور شد و چنانش، ببین قرغیز ها که واخانی است امروز میره قرار است بره به قرغیزستان و همینطور افرادی که در واخان زندگی میکنه از شرایط بد زندگی، از تعصبی که از طرف دولت های افغانستان همیشه نسبت به ایشان وجود داشته، آن مناطق رو میخواهد ترک بکنن. این رو باید بگوییم که امین دولت های ما به مردم واخان چی کرد؟ آنها آنجا مکتب نداره، شفاخانه نداره، رای عبور و مرورشان در زمستان ها کاملا مسدود میشه و بارها آمدن ناله کردن به دولت افغانستان که برای ما این سهولت های عمومی را ایجاد کن. کسی ایجاد نکرد. این مردمی هست که اصلا همونجا هستند و هیچ دولت افغانستان با آنها توجهی نداره. از این نظر ما این حقوق واخانی ها را باید در نظر داشته باشیم که متاسفانه هیچ توجه نشده. وقتی که توجه نشود، به منابع انسانی توجه نشود، حالا آن سنگ و کوره درست است که از افغانستان است، باید اهمیت داشته باشه. هر سنگ و کوهی که اهمیت داره برای انسان اهمیت داره. انسان یا منطقه مورد تعصب است، مورد توجه نیست. حالا آمدن بحث سنگ و کوهش را مطرح میکنه. و مهمتر از همه، کجای افغانستان امروز در دست پاکستان نیست که واخان نباشه یا پاکستان از واخان نتانه به میل خود استفاده بکنه؟ اگر بخواه میکنه. حالا مثلا وقتی که سفیر پاکستان، شما در رسانه ها دیدید کار وزیر خارجه افغانستان را انجام میده، پس شما چی توقع دارین؟ افغانستان فعلا یک ایالتی فدرال پاکستان هست. دیدید که سفیر پاکستان سفیرای کشورهای منطقه را خواسته، با اونا جلسه میکنه و اونا را هدایت میده و کاری وزیر خارجه یک کشور را انجام میده. یا همه تصمیمات توسط پاکستانی ها گرفته میشه. و معمولا طالبان میخوان با هم، چند شاخه است طالبان، با هم درگیری بکنن. پاکستان فشار میره که نه، وقتش نیست، شما باید این برنامه را تطبیق بکنید. از این نظر احتمال این که با واخان معامله صورت بگیره یا احتمال این که در آن منطقه چه تصمیمات بین پاکستان، چین و همینطور تاجیکستان و کشورهای منطقه صورت بگیره وجود داره. ولیکن حقیقت این است که ما بیاییم اولین سوال رو بکنیم، کجای افغانستان در اختیار پاکستان نیست و این دولت افغانستان به مردم واخان چی کرده؟ تا هنوز هیچ کاری نکرد. و این کلیپ هایی را که طالبان نشر میکنه، این هم نمایشی است. طالبان صلاحیتی در قبال پاکستان نداره که تصمیم بگیره. و همینطوری که عبدالرحمن
حالا مائده دیورند را امضا کرد و مائده گندمک توسط یعقوب خان فکر کنم امضا شد. حالا واخان چی است که امضا نشد؟ واخانم حالا هیچ امضا نه. در اونجا کی هست؟ در اونجا یک سالها توجهی صورت نگرفته، مردم بومیش در حال فرار است. کشورهایی که با آن مردم تبار مشترک دارن میگن که ما این مردم را به کشور خود منتقل میکنیم. کسی صدا نمیکنه که این مردم از افغانستان است، شما حق ندارید آنها را منتقل بکنید و بیروان برای از اونا خدمات ارائه بکنن. در این باره هیچ کسی حرف نمیزنه، ساکت هستند و کسی حق حرف زدن هم نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که برای آنها هیچ خدمات دولتی ارائه نمیشه. مثلا حکومت هایی که هم تبارشان هست در واخان، شما شنیدید گفتن که ما این مردم را میخواییم بیاین به کشور، به کشور ما که قوم ما است. خب کسی حرفی نگفت، ولی بعضی سنگ و چوب که میایه حالا مطرح میکنم و فکر میکنم حتی همین بلند شدن همین که پاکستان این منطقه را میگیره، آنجا میگیره، یک احتمالش همین باشه که مثلا طالبان بخواهد بگوید که قرغیز ها و مردم محلی از اونجا زودتر فرار بکنه، در کجایی که میرود بیرود و جای، یعنی طوری وانمود کنه که جای برایشان نمانده تا که خالی شوه، خالی از سکنه شوه، یا پاکستان یا هر کجایی که هر استفاده میکنه از اونجا استفاده بکنه. با درود و مهر.